لیکن هزار حیف به آن بندگانی که گفتی حضرت صوفی الیار بنده بودی ولی زنامردی بندگی را به جا نآوردی. هزار حیف که تو نامت بنده بود، هزارها افسوس که لیکن بندگی خدا را به جا نآوردی. هزار حیف گفت. خدا رحمت کند صوفی الیار. به نهایت صوفی خوب بودن، عالم بودن. میگوید دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. ما و شما را درس میدهد، دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. در زبانت مسلمان کاملی، در زبانت، از روی زبانت، از روی سر و فارمه ای که پوشیده ای، همه بیند میگد از این ده آدم مسلمان و کامل وجود ندارد. لیکن باطین دیگر چیز میخواهد، زبان دیگر چیز میخواهد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در بالای جای نماز است و دل در دیگر موضع ها دور زده ایستاده است، این چگونه نماز است میگد؟ این چگونه عبادت است؟ دست در سبحه، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری، در زبان ذکر داری، الله اکبر، سبحان الله، لیکن این دنیا فقط طلب، این دل طلب دنیا دارد. در این دل فقط و فقط زینت های دنیایی چرخ می زند. حضرت باز می گوید ظاهرا خود حرقه پوشی ها، ظاهر تا نگاه کنن از مولوی و از یگان ملا و یا که ایشان هیچ فرقی نداری. ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطینا خود مکر و فریبی ها. درون پر از مکر است، پر از فریب است. حضرت در آخر برای این گونه طایفه ها چی گفتند؟ این چی طاعت، چی بندگی باشد؟ ای انسانی که زبان تو با دل تو برابر نیست، این چی طاعت، چی بندگی باشد؟ مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر گفتند از این زندگی که، از این رفته که، از این نیتی که تو در دل داری. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم، این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما میآید، در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یک دیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگالی تیز. هر دوشان از حول دریای عجم، در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چنین غوغا بود، یعنی آنجا نی تو و نی ما بود. حضرت می گوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال می آرم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است. اگر اینها در دنیا رو پرو می شدن، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر، در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یک دیگر نیستند، در فکر یک دیگر را پیشادم کال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم
چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. صوفی علیا را خدا رحمت کند در رشته های نظم میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست، این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتند، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاه حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جایگاه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند، حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، پنج وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند، بازم این نمازهای جداگانه داشتند و پنج وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار جانب مسجد جماعت آ. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، به حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیایید به سوی نماز، بیایید بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند، حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که سه بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز میآمدند، سه بار میگوید حضرت طهارت دادند، سه بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت می گوید وقتی که برداشتن، حبیب خدا گفتن در بعضی روایت که ای علی مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدامی شما وقتی که از خانه قدم زنان میایید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیثای صحیح پیغمبری خدا. حضرت گفتن که مرا آنقدر بردار که پشتهای پای من در زمین شکیده شکیده رود. اون زمانها این گناه رسته های تازه و آباد نبود، اون زمانها قمزار بود، اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین می گوید صوفی علیار که پشت پای حضرت سخته سخته با چنین مهنت و مشقت و درد و جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند، آمدند، قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند.
بینین امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را یک کیلومتر یا دو کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم، لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کنه جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها ما و شما را دیدن، حضرت چی گفتن، خطاب کردن، به نزد هر طعام پهلوانی به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای در حال چکار میکنین، مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرن، هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری، بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای، و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرن. به نزد هر طعام پهلوانی به وقتی بندگی رنگ زنانی، روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای مثل گاواری خوراک تا خورده می تانی، تمام دنیا را اگر بارد کنن بار دنیا را کشیده می تانی. اگر در یک زمین داشته باشی برای زمینت، از سحر تا ویگه در همون زمین می ایستی، برای که یک ماه یا دو ماه خوراک تو پیدا شود، لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچ گاه نمی زند، دل تو بار هم به مسجد نمی سوزد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.